سلام آقا. سلام، خسته نباشین، شب بخیر. اتاق میخواستم. شناسنامه لطفا. چند شب میمونین؟ اگه خدا بخواد همین امشب. همین امشب. اتاق بالاست، ده شب به بعد صدای رادیو چیزی بیاد قانون این مسافرخونه رو نقض کردین. صبحانم دارین، سر صبح ندا بدین براتون میارم. کره، مربا، تخم و مرغ. جمعه هم حوصله کنم عدسی درست میکنم، البته اگه حوصله کنم. تلفنم داریم، خواستین میان این پایین صحبت میکنین، دقیقه ای براتون حساب میکنم. مفهومه؟ آقا؟ آقا؟ بله بله. انگار برای شما داشتم نطق میکردم. بله بله متوجه شدم. بله خیلی هم متوجه شدم. حالتون خوبه؟ ممنون. کجا باید برم؟ طبقه اول سمت راست، اتاق 101. سلام. میگم یارو نره یه بلای سر خودش بیاره. چیه باجی، همش نگرانی؟ خیلی ناراحت بود. حالا هر کی ناراحت باشه یه بلای سر خودش میاره. شایدم آور. ویلکوم باجی. اما گفتم. داداشم. داداشم کجاست؟ داداشتون کیه؟ چی شده؟ خودش آدرس اینجا رو داد، گفت اینجاست. فکر میکنم همین آقایی بود که الان رفت اتاق سعادت. اتاق سعادت؟ اتاق سعادت دیگه کجاست؟ همین بالاست. خانم، خانم کجا؟ بله. کجا تشمی میبرین؟ میرم پیش داداشم، خودش خواست. اصلا از کجا معلوم که داداشتون اینجا باشه؟ اسم داداشتون چی بود؟ اسمش نیماست. نیما؟ آم بله بله خودشه. باز که دارید میرید که خودتون گفتین برادرم اینجاست. اینجوری نمیشه که. پس چجوری میشه؟ مگه نگفتیم بالاست؟ انگار اینجا مسافرخونه است، قانون داره ها. ببینید من حالم خوب نیست. چرا متوجه نیستین من حالم خوب نیست؟ چرا چرا متوجهم. پس با اجازتون گفتیم بالاست. چی چی رو با اجازتون؟ شما نمیتونین برین بالا، من خودم اصلا میرم صداش میکنم. چه که اینه حوزی؟ چرا نگرانین خانم؟ حالش خوب بود. نگرانشم، خیلی گیج و سر به هواست. شما اینجا مسافر یا اتاق دارین؟ اتاق دارم ولی مسافر نیستم. آه پس کلا اینجا موندگار شدین بی کم و کاست. ای همچی میشه گفت؟ آخه چرا؟ چی چرا؟ خب چرا اینجا موندی؟ چون برادرم اینجاست. آه پس دوتایی با هم اومدیم. برادرم همین صاحب اینجاست، همین که الان رفت بالا، ما اینجا بهش کمک میکنم. آه چقدر کتتون زیباست. قابل شما رو نداره ولی لباس شما خیلی قشنگ تره. ممنونم، مال مزون دل رو باست. میگم آماده خریدین یا دوختین؟ دوختم، خیاطش خانم آواست. چه خیاط خوبیه. اگه میشه بعدا آدرسش هم به ما بدین. خب اینم برادرتون.
آه نیما برادرم، مردم از نگرانی. آخه این موقع شب وقت این کاراست؟ من خوبم. برای چی اومدی اینجا؟ آخه اینجا هم جاست؟ توضیحش مفصله. تونستی برام جور کنی؟ خودم داشتم جور کردن، نمیخواست. حالا نمیخوای بهم بگی چی شده؟ الان وقت مناسبی نیست. میشه اون پولو به من بدی؟ پس کی وقت مناسبیه؟ یعنی من نباید بدونم چی به سر برادرم اومده؟ برای چی برادرم این وقت شب توی این مسافرخونه بی کس و تنهاست؟ من چیزیم نیست. راستیتش اینه که سیما میدونستم همه چیز زیر سر سیماست. چی شده؟ تو برای چی اومدی اینجا؟ مگه نگفتم تو ماشین بمون؟ بابا نگران شدم، اومدم اینم چی شده؟ تو خوبی نیما جان؟ من خوبم. خب پس چی شده؟ من چیزیم نیست، سیما. تقصیر کار سیماست. از اول میدونستم ایراد کار کجاست. اینجوری نیست که شما فکر میکنی. پس چجوریه نیما؟ همه چیز زیر سر سیماست. بابا این نیما چه تقصیری داره؟ خودت داری میگی که همه چیز زیر سر سیماست. از اول میدونستم این ازدواج کاری نارواست. بابا شاید یه دعوای ساده بوده، پیش میاد از اینجور صحبت ها. دعوای ساده؟ از خونه انداختتش بیرون، اینم واسه نگاش کرده، اینه هم ماست. من ملیه. چی میگی هی ملیه ملیه؟ سلام سلام سلام. ای وای چی شده داداش؟ من منیشه، تو دیگه اینجا چی کار میکنی؟ ای وای خب معلومه، ملیه منو خبر کرد داداش. میبینی چی به سر داداشمون اومده؟ بس که بی دست و پاست. ای وای بالاخره میگی چی شده داداش یا نه؟ خب معلومه دیگه، سیما. بس که این دختر پر اداست. سیما؟ یعنی چی؟ ای وای بالاخره میگی یا نه داداش؟ چقدر خودمو به در و دیوار کوبوندم، گفتم این دختر به درد ما نمیخوره، نلایق ماست. ای وای خب حالا چرا اینجا؟ چرا تو مسافرخونه؟ خب از خونه انداختتش بیرون. ای وای یعنی سیما نیما رو از خونه انداخته بیرون؟ آره دیگه، این که زن نیست، اژدهاست. ای وای چطور تونسته یه همچه غلطی بکنه؟ وقتی که یه آدم شخصیت نداشته باشه همینه دیگه. البته به نظر من تقصیر نیما جانم هست، اون نباید اجازه بده باش بد برخورد بشه. ای وای آقا سعید اشتباه نکنید، برادر من یک جنتلمن واقعیه. جنتلمن آقاست؟ البته فکر نکنم زیاد به جنتلمنی ربط داشته باشه. منظورت چیه؟ میخوای بگی که برادر من بی سر و پاست؟ نه بابا، من که همچین حرفی زدم. اصلا تو بگو اسم این کار چیه؟ یکی باید به خودت بگه. من احترامتو نگه میدارم. نگه نداری میخوای چی کار کنی؟ نمیتونم نگه ندارم، ما روحیمون ورزشکاریه، مثل شما که نیستین. نه جونم، احتراممو نگه هم داری واسه که خونه مال منه. دوباره خونه تو به رخ من کشیدی؟ خودت میخوای اینجور باهات رفتار بشه؟ ای وای بس کنین تو رو خدا، ما فقط اینجا اومدیم به خاطر نیما. اصلا من نمیفهمم تو چرا دخالت میکنی؟ این موضوع خانوادگی ماست. خودت راننده آژانسم کردی، وگرنه من مرض نداشتم که، نشسته بودم پای فوتبال سری آ ایتالیا. مگه غیر از اینم کار دیگه ای میتونی بکنی؟ توی تیما طرفدار فیورنتیناست. الان قراره دعوا کنی؟ داری تهدیدم میکنی؟ تو اینجوری فکر کن. بس کنید تو رو خدا. ای وای آخه ببین چطور با من رفتار میکنی عزیزم. ببین تو رو خدا، به روبا گفتن شاهدم کیه. آقا سعید مؤدب باشید و از اینجا بریدی بیرون. ای وای کجاست؟ مژگان؟ کی کجاست؟ نیما دیگه. همینجاست. نیستش که. خب حتما رفته تو اتاقش. ای وای خب حق داشت بیچاره. حالا ببینم شما میخواین همینجا بشینین رو جر بس کنین یا تشریف ببرین؟ ای وای داداشمون اینجاست. کجا بریم؟ هیچ جا همینجا بمونیم.
من میرم ببینمش. کجا تشریف میبرین خانم؟ میرم پیش داداشا. شما نمیتونین برین بالا. پس برین صداش کنین. بگیر بشین. بهتر که یکم تنها باشه. ما باید فکرامونو بریزیم رو هم و ببینیم چی کار باید بکنیم. موافقم. موافقم. نمیخوایم بگین چی شده؟ با سیما دعواشون شده. اونا که با هم دیگه خوب بودن. ما فکر میکردیم که خوبن، ولی همش با هم دعوا میکردن. کتک و کتککاری، چپ و راست. ببینم تو کجا فهمیدی؟ خود نیما گفت. ای بابا، کی گفت؟ چه فرقی میکنه که کی گفت؟ مهم اینجاست که ما الان باید یه فکر اساسی بکنیم. یعنی چی باید یه فکر اساسی بکنیم؟ من از اول میدونستم که این سیما لایق ما نیست، اما شماها نخواستین که قبول بکنید. از ماست که بر ماست. ای وای، افراسیابی شاهده، منم مخالف بودم. حالا نیما چرا اومده اینجا؟ کجا بیاد بهتر از اینجا؟ الو، سلام، خوبی؟ چطور؟ آره، هی بهت زنگ زدم در دسترس نبودی. چی شد؟ پس بالاخره تونستی جورش کنی. آره، دست درد نکنه، نمیدونم چطوری جبران کنم. نه واقعا لطف کردی. ببین یه جوری به من برسونی تا نیم ساعت دیگه خوبه. آره نیم ساعت دیگه خوبه. من میام هول و هوش میدون فردوسی. من الان ناصر خسروام. آره به میدون آره ببین درسته، یه کوچه ای هست، کوچه پارس، توش اداره تئاتر. آره سر هم کوچه یه قهوه خونه ای هم هست. باشه همونجا میبینمت. پس ممنونم، بازم ممنونم، قربان تو، خداحافظ. ای وای ای وای، من با این ازدواج مخالف. تو مخالف بودی؟ تو همیشه موافق بودی. تو بود که معرفیش کرد. تو اصلا حرف نزن. تو گفتی اصلا نسب داره. تو حرف نزن. تو حرف نزن. دختره در کمال وقاحت داداشمون از خونه میندازه بیرون. ای وای، ببینم نیما چی میگه حالا. هیچی. چی بگه؟ چی میتونه بگه؟ ای وای، بگه زنم من از خونه انداخته بیرون. خب داداشم غرور داره. ای وای، شیطونه میگه برم دم در خونهشون، هرچی از جهنم در میاد بهش بگم. ولکن بابا ملیه جون. آخه عزیز من، تو این کارو بکنی چه فایده ای داره؟ ها چه فایده داره؟ ای وای، واقعا که به اینم میگم مرد. دوباره میخوای شروع کنی؟ خب جدی میگم دیگه. پس جدی هم میگی. تا خدا شما دیگه بس کنی. مشکان جان عزیزم، یک ساعت از روی ساعت، درست یک ساعته که مثل حیواک دارن به هم دیگه میپرن. مثل چی منیش جون؟ یه خود درواسی نکنی، بگو عزیزم. سگم شدیم. دور از جون. چی شده دور از جون؟ داره به من و شوهرم توهین میکنه. ای وای عزیزم، من منظوری نداشتم. اگه منظوری داشتی میخواستی چی بگی؟ حالا شماها میخوای با هم دعوا کنی؟ خیلی خوب، خیلی خوب عزیزم. ای وای، من معذرت میخوام. کافیه. نه جونم، من معذرت میخوام. عزیزم من اینجا غریبم. جواب کافیه. اصلا ما معذرت میخوایم. بیا اونم معذرت خواست. خوبه، ما احتیاجی به معذرت خواهی کسی نداریم. حالا ببین که کی دعوا را میندازه. ای وای، تفلک نیما که قرار ما بهش کمک کنیم. تفلک نیما؟ ما چی کار میتونیم براش بکنیم؟ من از اول با این ازدواج مخالف بودم. فکر کنم تا حالا 30 بار اینو گفتی. یعنی خب ما اومدیم اینجا که یه فکری برای نیما جان بکنیم. من فقط یک راه به ذهنم میرسه. چه راهی؟ من میگم ادامه دادنش ریگه بیفاید است. منظورت چیه؟ منظورم کاملا واضحه، باید از هم جدا بشن. هیچ میفهمی چی داری میگی؟ خب میفهمم، طلاق. بقیاشم باده حواست. یعنی چی؟ یعنی همین، وقتی دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن، خب باید از هم جدا بشن دیگه. ای وای، راست میگی دیگه. خب راست میگه. تو هم تاییدش میکنی؟ شما از کجا میدونی نمیتونن با هم زندگی کنن؟ از کجا میدونم؟ وقتی یه زن شوهرشو از خونه میندازه بیرون، این یعنی چی؟ خب گاهی لازم آدم تنها باشه دیگه. این مؤدبانه همونه. من که نمیفهمم چی میگی. خوبم میفهمی، فقط میخوای از سیما دفاع کنی. من نمیخوام از سیما دفاع کنم. میگم اول بهتره ببینیم چی میشه، چی شده. تا کی صبر کنیم؟ تا وقتی نیما رو بکشه. راست میگه دیگه، راست میگه. ای وای، ای وای، اصلا چرا من باید بیام توی مسافر خونه؟ من که دیگه نمیذارم نیما اینجا بمونه. منم نمیذارم. پس همتون با طلاق موافقین؟ باز گفت طلاق. ای وای، مهریش چی؟ چند تا سکه بود؟ هزار تاست. هزار تا؟
چقدر بهش گفتم نیما هزار تا زیاده، نگفتم تو گوشش نرفت که نرفت. ای وای ای وای، آخه کی فکری همچین روزی رو میکرد؟ کسی که یه همچین زنی رو میگیره باید فکری همچین روزی رو بکنه. حالا چیکار کنی؟ نگران نباشون، یه کاریش میکنیم. ای وای، آخه کم پولی نیستش که هزار سکه، چیکار کنیم؟ من یه وکیل ورزشکار آشنا دارم، حلش میکنیم. وقتی بفهمن از خونه انداختتش بیرون شاید دادگاه حمایت کنه. اصلا شاید مهریهشو نخواست. نخواد؟ سیمایی که من میشناسم تا اون سکه آخرشو میگیره. حالا اصلا نیما جان راضیه؟ نیما راضیه از خداشه، بلکه نفس راحت بکشه. بذار این قضیه تموم شه، خودم یه زن خیلی خوب براش میگیرم. اه؟ کی هست؟ سرزانه، خواهر فریبا، همونی که پزشکی میخونه؟ پزشکی میخون، الان واسه خودش دیگه یه خانم دکتر شده. اون وقت راضی میشه بیاد با یکی که قبلا ازدواج کرده ازدواج کنه؟ ایوا از خداشم باید باشه، نیمای ما مهندسه. بابا دست برداری از این مزخرفا. چی گفتی؟ تو چی گفت؟ واسه فضولی کردی؟ من نمیخوام بگم. نیما رفت. ای وای، نیما. سلام مژگان. سلام. کجا با این عجله؟ دارم میرم بیمارستان. بیمارستان؟ بیمارستان چرا؟ پیش سیما دیگه. مگه سیما خونه نیست؟ نه، صبح بستریش کردم. ای وای، یعنی پس تو از خونه بیرون ننداخته؟ نه. یعنی شما با هم دعواتون نشده؟ نه آخه، چرا باید دعوامون بشه؟ ای وای، پس چرا نرفتی خونه؟ حالا چی شده؟ چیزی که نشده، شاید فردا مرخصش کنن. یکم پول لازم داشتم، برای همین به ملیحه زنگ زدم. برای چی نرفتی خونه؟ بسش رفتم، دیدم خونه رو بدون سیما نمیتونم تحمل کنم. واقعا که نگی تقصیر من نیست. من از بچه‌ام.